دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا پس از آن که در یک سفر نامنتظر شامگاه پنجشنبه به افغانستان رسید و به صدها تن از سربازان آمریکایی در حضور رئیس جمهور غنی در پایگاه هوایی بگرام سخنرانی کرد. طالبان می خواهند معامله کنند. خواهیم دید که آیا آنان این کار را می کنند. این باید یک توافق واقعی باشد. اما خواهیم دید، آنان فقط برای این توافق می خواهند که شما ماموریت عالی انجام می دهید. ترامپ در سخنانش از آنچه که تمایل طالبان برای برقراری آتش بس می گوید خبر می دهد. ما در حال دیدار با آنان یعنی طالبان هستیم و ما می گوییم که باید یک آتش بس باشد. آنان در گذشته نخواستند آتش بس برقرار کنند، اما اکنون می خواهند یک آتش بس را برقرار کنند. من باور دارم که این ممکن است. رئیس جمهوری ایالات متحده آنچه که سرکوب داعش و کاهش شمار نیروهای آمریکایی از مرز 12000 به 8600 تن می گوید نیز سخن می زند. هفته ها پیش ما همچنان اعلام کردیم که نیروهای ما خانه برمیگردند. آنان در حال برگشتند. ما در اینجا در حال کاهش سربازانمان هستیم. رئیس جمهور غنی نیز در سخنرانی به سربازان آمریکایی پیکار نیروهای آمریکایی را برای امنیت آمریکا و آزادی افغانستان ارزشمند می‌داند. من یک خواست ویژه دارم. لطفاً از خانواده هایتان سپاسگزاری کنید که در این مناسبت ویژه دلتنگتان شدند، اما موافقت کردند تا شما اینجا باشید و از امنیت ایالات متحده و آزادی ما دفاع کنید. ما با هم یک جا پیروز خواهیم شد. ما هرگز فراموش نخواهیم کرد که رویدادهای 11 سپتامبر ما را یک جا کردند و ما هرگز اجازه تکرار این رویدادها را نخواهیم داد. ترامپ از چگونگی از سرگیری گفتگوها با طالبان جزئیات به دست نمی‌دهد، اما او در ماه سپتامبر در واکنش به یک حمله طالبان این گفتگوها را متوقف کرده بود.